با درود به هموطنان عزیز که هر جای دنیا ما رو میبینین، امیدوارم که روز شب خوبی رو شروع کردین، آغاز کردین و امیدوارم که دست خدا با تک تک همه عزیزان ایرانی باشه در هر جای دنیا که دارین ما رو میبینین، چی در اروپا، چی در ایران، چی در هر جای آسیا، آفریقا، آمریکا، هر جا دارین ما رو میبینین، امیدوارم که شاد باشین، امیدوارم که دست خدا همیشه در زندگیتون باشه و دلتون خوش باشه. خوب شمالی های عزیز، شما چطورین؟ برای شمی اول خوبیسه، امیدوارم که عمر دیه دارین، چون برای اینکه الان در ماواری سایم همه جاتینن عمر بینن و امیدوارم که شما لایجونه، شما شمالین، عمر دیه دارین و از برنامه های ما استفاده کنین، برنامه کلگب شمالی کی کلگب بنه گفتگوی خودمونی که همان هم کلگب بودیم اینه. به هر حال امیدوارم که هر جای دنیا هستین داریم ما رو میبینین دلتون شاد باشه، ایرانی لبش خندان باشه، دلش شاد باشه، میخوایم ایرانی سرفراز باشه همیشه. عشق من اینه که ایرانی رو ببینم که خندون باشه، سرفراز باشه، سربلند باشه و ایران من سربلند باشه. خب هفته دیگر اومد در خدمت شما اومدیم، به حضور شما عزیزان با کارگردانی آقای یاسر عزیزم که خیلی زحمت میکشه برای من، دستش در نکنه، دست خدا با خوده و خانوادش باشه. به هر حال بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای یک وقت دیگر. خداوند شکر میکنم ای خداوند عزیزم که در نام پرجلالت میتونم خداوند بیام اینجای خداوند کلام تو به مردم برسونم و قلبا رو تو آماده بکنی خداوند. وقتی کلام تو میشنبن ای پدر جان، تو آب یاری بکن، کلامت بیزار زندگی ها رو عوض بکنه خداوند. به ایمان دارم که زندگی های هر کسی که میشنبه عوض میشه. خداوند شکر میکنم برای یه برنامه، هدایت بکن برنامه منه، کنترل بکن خداوند، به تحت کنترل و حمایت خودت قرار بده، در نام پر جلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. ببخشید. خب عزیزان، امیدوارم که آماده این نشستیم به برنامه ما رو داریم میبینین. ما عرفتی یه شعری براتون میخونیم، وقتی شعر خوندیم یه ذره از ایران صحبت میکنیم، بعد میریم روی درس ما که کلام خداوند باشه و کلام خداوند زندگی ها رو عوض میکنه، تبدیل میکنه. کلامی که زندگی رو تبدیل نکنه اون کلام نیست، کلام خدا نیست. کلام خدا باید زندگی شما رو تبدیل بکنه، باید زندگی شما رو عوض بکنه. وقتی میشنبین میخونین، میگه شنیدن کلام و حقیقت رو به قلبت وارد کردن، یعنی حقیقت رو بشناسی. حقیقت وقتی میشناسی، حقیقت تو رو آزاد میکنه. اینو عیسی مسیح گفت. بذار شعر منو بخونم بعد بیام خدمتتون. میگه چهرم از دیدن روی مسیح زنده شده، چهرم از دیدن روی مسیح زنده شده، چون که با فیض مسیح زندگیم از سر نو زاده شده. منجیم بین دو عالم بر زمین تابنده شده، همه جا عطر مسیح در دلا آکنده شده. مسیح در روی صلیب از پدر آزرده شده، اما با ریختن خونش یک جهان زنده شده. حال دیگر دل ما با مسیح شاد شده، چون که نام مسیح در در دلهای شما باز شده. با نام مسیح در این دو عالم معجزه باز شده، با نام مسیح همه عالم با معجزه یاد شده. دریاب که عیسی مسیح برای ما کشته شده، باز دریاب که عیسی مسیح برای ما مرده شده و زنده شده. جلال بر نام عیسی مسیح که با زنده شدنش همه ما را زنده کرد، تا بتونیم در اون دنیا با عیسی مسیح و با خدای پدر زندگی بکنیم. به زندگی اون دنیا دیگه این جسم مثل این جسم نیست که سرفه میکنه، این جسم نیست که مریض میشه، این جسم نیست که ناتوان میشه، ولی جسم آسمانی به ما داده خواهد شد، مثل جسم عیسی مسیح که تبدیل شد، که از هر دیوار، از هر جا عبور میکنه. دیگه
این نیست که این جسم نتونه از یک پرده عبور بکنه اون بر. ما مردم ایران این روزا میست که تو آفسایدیم. باز 1,600,000 نفر میگی رفتن برای اربعین حسینی توی عراق. واقعا کی ما باید تو آفساید نباشیم، تو جای خودمون باشیم؟ تا کی باید بریم تغییر ببینیم، بت‌پرستی بکنیم، تو سر ما بزنن، ما رو حیوان حساب بکنن؟ چقدر کشته بدیم در این اربعین حسینی؟ چقدر زیر پا له بشیم، بی احترامی ببینیم؟ یعنی ما ملت ایران نمیخوایم که به ما احترام بذارن، اون احترامی که شایسته هر ایرانی است. نمیخوایم که زندگی وقتی میکنیم تمام همسایه‌ها به ما احترام بذارن، همه بدونن که ایرانی حقیقتاً آن چیزی هست که باید باشه. توی تاریخ هم نشون دادیم، ما تاریخ چند هزار ساله کوروش کبیر داشتیم، فردوسی رو داشتیم، این همه شاعرها رو داشتیم، همه میخواستن که ایران رو بلند بکنن و ایرانی رو سرافراز بکنن. ولی ما میسی که همیشه تو آفسایدیم، نمیتونیم تو جای خودمون باشیم بریم گل بزنیم. هنوز یاد نگرفتیم در جای خودمون باشیم. مثلا یه نفر میخواد مبارزه بکنه بر علیه رژیمی که 40 سال خون مردم داره میخوره، رژیمی که 40 سال داره پول مردم میخوره، هر روز دزدی میکنن، یه نفر میاد تحصیل کرده میاد مبارزه بکنه، ما اونو مسخره میکنیم. بابا تو کی هستی آخه داری نمیدونم سیاسی صحبت بکنی؟ تو کی هستی اگه در رابطه با این صحبت بکنی؟ برو سر جاد بشین. اون بدبختی که میاد مبارزه بکنه از جان و زندگی خودش میگذره. این همه جوونا توی زندان به خاطر شما عزیزان ایرانی توی زندانن، اعتراض میکنن. به خاطر شما آزادی پیدا کنیم، به خاطر که شما زندگی بهتر داشته باشین. من ایرانی وقتی میام قلبم میتبه برای ایران، دارم در رابطه با ایران صحبت میکنم، در رابطه با دزدیهاشون، در رابطه با اسلام صحبت میکنم، در رابطه با بت‌پرستی دارم صحبت میکنم، من نمیخوام که شما رو به بیراهه بکشم، بلکه مبارزه میکنم به خاطری که ایرانی زندگی خوبی داشته باشه. هر کدوم ما داریم مبارزه میکنیم. حتی تمام ایرانی ها توی ایران همه سیاسی هن. برای اینکه هر کسی میبینی مخالفت داره میکنه، هر کسی داره میبینی با مخالفت صحبت. وقتی 95% ملت ایران این رژیمو نمیخوان، من نمیدونم اگه اینجا اگه 50% مردم ایران این دولت آمریکا رو نخوان میان بیرون. البته قانون داره، اینجا طبق قانون پیش میرن که مردم دیگه نیان تو خیابون، چون قانون اجرا میشه. مثلا یه نفر رانندگی داره میکنه، قانون اجرا میکنه. اگه قانون نباشه هر که برای خودش هر جوری راه میخواد بره، صدها تصادم میشه، صدها بیقانونی میشه، جریمه میگیرن. شما تو یه خیابونی میرین که اصلا خلوته، چهار طرفش استاپ ساین داره، شما اوتوماتیکلی میایین وقتی اون استاپ ساین میبینین اصلا میمونین، نمیرین. یعنی یاد گرفتین که این قانونه که من استاپ ساین وقتی دیدم باید یه ترمز نیش ترمز بزنم بمونم این بار اونور نگاه بکنم برم. این همه ملت جوانای ایران کشته شدن، این همه دارن به خاطر شما مبارزه میکنن. شما نه اینکه همراه اونا نیستین، بلکه اونا رو مسخره میکنین. به خاطر چی جوون میره اعتراض میکنه پای اعدام میره اعدام میشه؟ به خاطر آزادی ایران، به خاطر آزادی مردمش.
ما هم که میاییم اینجا کتاب مقدس براتون میخونیم به خاطر اینکه زندگیتون تبدیل بشه. کتابی که از خدا میاد بایستی به درس زندگی بده. کتاب کلامی که از خدا میاد باید زندگی تو رو تبدیل بکنه. اگه زندگی تو رو تبدیل نکنه، اون کلام کلام خدا نیست. خدایی که اون بالا نشسته باشه فقط بگی اینه بکش، اونو بزن، او یکی رو نمیدونم حرف زد بزن تو دهنش، این خدا نیست. خدا بایستی میسه پدر فرزندانش با محبت بزرگ بکنه، به چیزهایی یاد بده به فرزندش که وقتی میاد بیرون فرزندش طوری رفتار بکنه که ببینه که این پدر چی خوب تربیت کرده این بچه رو. نه بگی که آقا برو بیرون رفتی هر کی یه حرف زد بزن تو گوشش، هر کی یه چپ تو رو نگاه کرد دو تا سیلی بزن توی صورتش، تا میتونی بزن بکش. اگه یه نفر واقعا یه موش زد داره یه چاقو بزن تو قلبش. هیچ پدری این کار نمی کنه، هیچ مادری این کار نمی کنه، هیچ خانواده این کار نمی کنه. همه خودتون که پدر مادر هستین فرزندانتون رو تربیت می کنین که رای رسم خوبی داشته باشن، رای خوب برن، اخلاق خوب داشته باشن، رفتار خوب داشته باشن. بس اونایی هم که مبارزه دارن میکنن جون خودشونو میذارن، خواهشم مسخرشون نکنین. اونا به خاطر آزادی ایران، به خاطر شما عزیزان میرن جان خودشونو بدن. میگه جان من بذار بره هموطن من عوضش آزاد بشه. یک دولت 40 ساله نشوندین اونجا مافیایی، فقط هر چی پول در میاره میده برای اطراف که در یمن شلوغ بشه، در سوریه شلوغ بکنه، در عراق شلوغ بکنه، در آفریقا شلوغ بکنه، در اروپا شلوغ بکنه، در آمریکا شلوغ بکنه. فقط پولا رو اینجوری خرج میکنه. دیروز یه فیلم دوباره دیدم تو این سایت، البته مال یه سال نیم دو سال پیشه، که 18 تن طلا با نمیدونم 20 میلیارد دلار پول توی تریلی داشتن میبردن ترکیه. خیلی الان یادتون رفته اینو، ولی من دیروز دوباره این فیلمو دیدم، واقعا چی پولی دارن میبرن. بعدا آقای اردوغان داشت میگفت که الله برای ما پول فرستاده، 18 تن طلا فرستاده، 20 میلیارد دلار این الله برای ما فرستاده. این آقایون ایرانی، این که اینایی که روی رأس کارن دزدی کرده بودن که به توسط کامیون داشتن می بردن که اون دزد اردوغان ورداره برای خودش، بگی الله برای من فرستاده. ملت میدونی چقدر از این پولا داره میره؟ این پولا اگه برای ایران خرج بشه میدونی ایران چی میشه؟ اون هفته هم گفتم دبی 40 ساله شده، الان چیزی میبینی شما دون سهرا که کلی از نظر ویزیت کردن مردم دنیا میان اونجا پول در میاره. ما نشستیم برای چی نشستیم؟ چی داریم میبینیم؟ چی کار داریم میکنیم؟ زندگی ما چیه؟ با دل ما خوشی که مثلا یه جا پیدا کنیم، مثلا روسری ما رو برداریم برقصیم، خوب باز خوش شادی خیلی عالیه، ولی هر چیز موقتی فقط یک لحظه با ترس لرز برم من خوشحالی بکنم چی فایده داره؟ این همه مردم دنیا اصلا زندگی دارن میکنن، قانون حکومت هایی که مردم میشونن باید قانون برای بر نفع مردم استفاده بکنن، نه به نفع خودشون. ما 1,600,000 نفر میریم برای پیاده، یا نمیدونم برای روز دیدم توی کامینا دیگه هول داشتن میدادن، میسی که گله گوسفند دارن هول میدن توی این کامینا، میبرن برای صحرا بریزن اینا رو تو صحرا برن علف بخورن. آخه واقعا زندگی ملت اینجوریه؟ یعنی واقعا ما ملت دوست داریم که به شعور و همه چیز ما رو بی‌احترامی بکنن؟ از اینجا بریم تا کربلا یه مرده رو پرستش بکنیم؟ و ما میدونیم که 1400 سال اسلام، ببین هر کس میره قرآن میخونه
تازه ماشین کشتارش کار داره به کار میاد. چون تو اون کتاب چیزی نوشته که شما رو به راه راست، به راه خدا، به راه زندگی سالم نمیاره. توش فحشا داره قانونی، دروغ گفتن قانونی داره، کلک زدن قانونی داره. کلام زنده، یعنی کلامی باشه که تبدیل بکنه منو. ما ملت نمیدونم میمونیم مثلا یک آدم 80 ساله با دختر 30 ساله میخواد ازدواج بکنه. وقتی هم ازدواج میکنه یه مرد 80 ساله میره از آمریکا به ایران، یه زن 35 ساله میگیره میاد اینجا. آخه تو 80 ساله یه دختر 35 ساله وقتی با تو میاد آمریکا، به خاطر توی 80 ساله، به خاطر قیافه ای تو که نمیاد، به خاطر امریکا داره میاد. بعد میاد توی خونه ای که 3 تا پسر مجرد داره. شما دیگه بقیه داستان رو بخونین چی میشه. اینو تو روزنامه ها مینویسن، گله میکنن، از دکترها میپرسن. خواهر زنگ میزنه میگه پدرم این کار کرده، برادرم الان با این خانم میخوابن. ببین کثافتگیری تا کجا. یه زن 70 ساله پول چون داره میره یه پسر 18 ساله رو میگیره، پوز چیچی رو میخواد بده. بابا چقدر زندگی میکنین شما؟ 80 سال، 70 سال، 90 سال آخرشه، میمیری، این جسم میمیره، میره، هیچی هم با خودت نمیبری، یک پنی نمیتونی ببری با خودت، میمیری، میری. اینقدر برای این جسمت ارزش قائلی، اینقدر برای خوشی های این دنیا ارزش قائلی، چشم به هم بزنی 90 ساله شد، 80 ساله شد، موری رفتی. یادیم دیگه از تو یادیم دیگه از کی مونده؟ این همه دیکتاتورها اومدن، این هیتلر اومد این همه کارها انجام داد. کجاست هیتلر؟ این همه دیکتاتورها اومدن کجان الان؟ استخوناشون هم نیست دیگه الان زیر غرب. چرا ما نمیخوایم یه ذره به هم دیگه اتحاد پیدا کنیم؟ چرا نمیخوایم هم دیگه رو کمک بکنیم؟ چرا حمایت نمیکنیم اون کسی که مبارزه میکنه برای ما، برای آزادی ما؟ اون کسی که میخواد واقعا ما زندگی خوبی داشته باشیم، جون خودشو میذاره برای ما. چرا حمایت نمیکنیم از این؟ چرا مسخرش میکنیم؟ ما ملت ایران یاد دادن که زیر پای همدیگه رو خالی بکنیم، برای همدیگه بزنیم، چون یک دین کذایی تو ایرانه. چون دینی نیست که از خدا باشه، ما رو به بیراهه میبره، به راه راست نمیبره، تعلیم درست به ما نمیده. وقتی یه نفرم واقعا اون قرآن میخونه و میخواد ازش پیروی بکنه، میشه یک توفنگی که کشتار میکنه، میشه ماشینی که بوم داره میندازه. به همه نفرت داره، همه رو میخواد که از عقیده خودش ندارن باید بکشه. آقا اون کتاب بهت یاد میده که اگه کسی 3 بار بهش گفتی برای تو نیومد اونو بکش. شما انسان به دنیا اومدین، با دین به دنیا نیومدین. چون انسان به دنیا اومدین فکر دارین، میایین با فکر خودتون، با مغز خودتون، با روان خودتون میخونین، ببین میبینین که چیزی نوشته اونجا. اگه به نفع زندگیتونه که واقعا کلام خداست، اگه به نفع زندگیتون نیست میگه بکش، دروغ بگو، فحشاگری بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن، بس از کلام خدا نیست. چقدر بچه های ما توی دوبهی بردن، چقدر این بچه های 18 ساله، 17 ساله، 16 ساله، 20 ساله دخترهای ما رو بردن دوبهی برای فاحشه گیری. به خاطر چی؟ کشوری که توی کوی پر از پول، پر از طلا و همه چی نشسته، بچه های ما به عوضی که اینجا تحصیل بکنن، بهترین زندگی رو داشته باشن، کار داشته باشن، میرن فاحشی میشن توی کشورهای دیگه.
بابا یه ذره بیایم یه ذره دوروبر ما رو نگاه بکنیم، چون دیگه با هم داریم زندگی میکنیم، ایران مال همه شماست و مردم ایران همه با همین. نمیتونی بگی اون از من نیست، برای اینکه هر دو، اون گیلانیه، اون رشتیه، اون آذربایجانیه، اون لرستانیه، اون خوزستانیه. نه، تمام این استانا ایرانه، تمام این لهجه ها ایرانه. یک زبان فارسی داریم که با هم همدیگه رو بفهمیم، زبان همدیگه رو بفهمیم. من اگه لایجانی صحبت بکنم شما متوجه نمیشین، رشتی صحبت بکنم، لوری صحبت بکنم همه متوجه نمیشن بجز هم استان. یا آذربایجانی صحبت بکنم فقط استان آذربایجان میفهمه. یک زبان رسمی فارسیه که همدیگه رو بفهمیم. ولی در ضمن من محلی هم صحبت میکنم، همین که اول برنامه با شمالی ها صحبت کردم. بیاین یک ذره از این آفساید بیاین بیرون، بتونیم واقعا گل بزنیم. دختر پلی آفساید گفتم، فوتبال گفتم، دختر پلی یه فیلمی با جعفر پناهی داره درست میکنه به نام آفساید، که این بچه های ما، دخترای ما، خواهرای ما، اینا برن برای خودشون آزادانه ورزش که دوست دارن برن نگاه بکنن، نه برای اینکه اگه زور به اینا گفتن فیفا اینا 1000 نفر بیارن اونجا، بلکه آزادانه دوست دارن هر جا، هر کدوم هر استادیوم میخوان برن بیزا برن. تا کی باید زور رو سر ما باشه هی پوتک بزنن تو سر ما؟ هم پول ما رو بخورن، هم زور به ما بگن، هم نذارن نفس بکشیم ما. این دو روز خوشی رو نبین که به هموطن من تو خوشی یه نفر دیگه بدبخته. باید شما ببین، شما محکومین که با هم متحد بشین تا کشورتون رو نجات بدین، خودتون رو نجات بدین. اگه ندین ببین نیکست تایم، همین چند ماه دیگه میبینی کودتا میشه اونجا، سپاه همه جا کودتا، الان یواش یواش سپاه داره میاد جلو کودتا میکنه، شما همه اونایی که میخواد میکشه. مثلا این رولای زمو گرفتن توسط همین کلی آدم ها رو میارن میکشن اونجا، همه چی از خودشونه دست میارن، یه انشایی براش میمیزن، اونایی که الان اینا آوردن میارن ببینن کی کسایی که با این ارتباط داشتن تو داخل، هیواش هیواش اونا رو میکشن، غلغم میکنن، هیواش هیواش تمام مخالفین اینجوری میکشن. اگه شما متعین نباشید همش بگیم فقط بیزم من مبارزه بکنم، اون داره مبارزه بکنه، با من چیه؟ اون داره میمیره، با من چیه؟ نه بابا این نیست، با من چیه، با من چیه نیست. ای خدا، ای خدا، تمام این چی بگم؟ به اینم میخوام بگم بچه ها، عزیزانی که ما رو میبینین واقعا هر جا هر شهر، به خصوص شمالی های عزیز، اگه ما رو میبینین یه تکسی، یه پیامی به ما بدین که ماواره ما رو تو ایران میبینین. ماواره هم اگه یاسر جان عزیز بذاره یه زیر صفحه یک لحظه بیزاره شما ببینیم بدبر داره، میتونیم روی یاسد و با بیکنم ترکمنستانه که الان زیرش نوشته یاسد هم همه راحت هر جایی بخواین میتونیم بگیرین. این آدرس ماواره است که میتونین راحت ما رو هر جا ببینیم، به ما رو سپورت بکنین. حقیقتا ما احتیاج به سپورتتون داریم و با این خداوند با این ما رو جلو آورد که 300 نفر ما میخواییم سربازان جدون باشن که کلام خداوند به گوش ایرانی ها برسونیم و واقعا ایرانی ها نجات پیدا بکنن. با 300 نفر روزی 30 دلار، 50 دلار، مای 30، 50، 100 هرچی که وسعت، ولی روزی 1 دلار میدونم هر که میتونه کمک بکنه که 30 دلار بشه. به هر حال عزیزانی که ما رو میبینین یه پیام هم برای ما بفرستین. اگرم شد یاسر جان، من قبل از که درس شروع بکنم
سرود میشنویم. مرسی. چقدر آرومم وقتی میبینم تو رو، همیشه دارم چه با شکوه، حتی رویایی که توش تو هستی آرم. دیگه مهم نیست این که من زمینیم تو آسمون، اگه تو این تن خسته مونده جونی، تنها دلیلی اگه تو این تن خسته مونده جونی. خودم میدونم نمیشه جز تو به هیچی دست بردم، این که نباید واسه یه دو روز دنیا قصه خوردم، این که نترسی اگه از خشکی و دریا سنگ بباره، بدونی یکی همیشه از اون بالا هوا تو داره. چقدر آرومم وقتی میبینم تو رو، همیشه دارم چه با شکوه، حتی رویایی که توش تو هستی آرم. دیگه مهم نیست این که من زمینیم تو آسمون، اگه تو این تن خسته مونده جونی، تنها دلیلی اگه تو این تن خسته مونده جونی. ما رو ببینین خوش باشین، چاییتون رو داشته باشین، چایی خیلی خوبه، چایی کمرنگ جلوتون بیذارین، از کلام خداوند استفاده بکنین، به کلام خداوند زندگیتون رو عوض بکنه. و هر کسی که ما رو ببینین، از هفته دیگه ما تلفن هم میگیریم، از هفته دیگه، این هفته نه، از هفته دیگه اگه برنامه های ما اگه خوشتون میاد تلفن بکنین، اگه بدتون میاد باز تلفن بکنین، اگه راهنمایی میخواین باز تلفن بکنین به ما. از هفته دیگه تلفن هم میگیریم، شماره تلفن پایین اگه یه لحظه بیزاره بعد خیلی خوب میشه، چون من شماره تلفن رو حفظ نیستم. خب امروز میخوام از متی 24 براتون بخونم، اگه وقت اجازه بده تا آخر براتون بخونم، که زمان بازگشت عیسی مسیح، بازگشت دوباره عیسی مسیح به زمانهای آخره. قبل از اینکه درسو بخونم، از میکا 2 میخوام براتون چند خطو بخونم. میگه وای بر شما که شب بر بستر خود نقشه های شوم میکشید و صبح زود بلند میشوید تا آنها را عملی سازید. هر کار بدی که از دست دام برمی آید انجام می دهید. به زمین ها و خانه های مردم طمع می کنید و آنها را از چنگشان در می آورید. اموال و خانه کسی از دست شما در امان نیست.
پس خداوند میفرماید من قصد دارم بر سر شما بلا نازل کنم، به شما قادر نخواهید بود از آن فرار کنید، روزگارتان سیاه خواهد شد و دیگر بار تکبر را به دیگر با تکبر را نخواهید رفت بلکه نوسرایی خواهید کرد. اینم از گفته های خداوند از میکای 2:1-4 که همه هر کسی که این رژیم نقشه های پلین میکشه، آقایون که هستن اون مجلس، رئیس مجلس با برادراش زمین های مردم رو تصرف میکنین و نقشه میکشین برای مردم. این هم کلام خدا برای شما که خدا شما رو بی سزا نمیذاره. اینه بدونین که زندگی در خارج از کشور هم برای شما خوب نیست، چون اونجا هم نمیتونین زندگی بکنین، یه سبایی هست فقط. ولی اینه بدونین که خدا نمیذاره شما قصیر در بدین. خب از متی 24، زمانهای آخر یا بازگشت عیسی مسیح در آخر زمان، میگه هنگامی که عیسی از خانه خدا خارج میشد، شاگردانش آمده خواستن او را به دیدن ساختمانهای گوناگون خانه خدا ببرند، اما عیسی به ایشان گفت این ساختمانها چنان ویران خواهد شد که سنگی روی سنگ باقی نخواهد ماند. 2000 سال پیش عیسی مسیح سوده شد. میگه ساعتی بعد وقتی او را در دامنه کوی زیتون نشسته بود، شاگردانش از او پرسیدند این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه میتوانیم بفهمیم که شما کی به این جام باز میگردید و کی دنیا به آخر میره؟ میرسد. عیسی به ایشان گفت مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد. مردم ایران 2000 سال پیش عیسی مسیح گفت که مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد، چون بسیاری آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و ایده زیادی را گمراه خواهند کرد. چقدر این پیغمبران دروغ. همین حالا خیلی ها هم میگن من مسیح هستم که دوباره ظهور کردم. عیسی مسیح 2000 سال پیش گفت گول اینا را نخورید. از دور و نزدیک خبرهای جنگ به گوشتان خواهد رسید، اما پریشان نشوید. جنگ جهانی اول شد، جنگ جهانی دوم شد، حالا میبینین این همه جنگا توی سوریه و توی ترکیه و توی همه جا هست. میگی زیرا جنگا درگیر خواهند شد، اما آخر دنیا در آن زمان نیست. میگه همه اینا رو میبینین زمان آخر نیست. میگه قومها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست. چقدر این قومها، چقدر این قوم ها الان دارن با هم می جنگن، کرد با ترک، ترک با عرب، او یکی با یکی، هر کسی دایشی ها و القاعده بوکو حرام، اینا همه دارن قوم ها همه با هم می جنگن. در جاهای مختلف قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد. چقدر الان قحطی داریم توی آفریقا، توی اب سوریه فرار کردن، توی مردم تو ایران الان قحطی شده. این همه پول و ثروت داره ایران، مردم چقدر الان بدبختن اونجا، چند درصدشون بدبختن، زیر فقرن. ولی اینا پیش درآمد بلاهای بعدی است. میگه الان اینا الان چیزی نیست. میگه خداوند میگه بلاهای بیشتری باید بیاد. شما الان میبینیم این آتش سوزی ها دوباره شروع شد. 2 هفته پیش من میگفتم آتش سوزی که پارسال شده بود به زور زحمت اینجا رو گرفتن خالش کردن، ولی الان دوباره آتش سوزی ها شروع شد. 3 هفته از الان هر جا اینجا آتش سوزیه، زمین لرزه های عجیب، طوفان های عجیب. اول پاییز شد طوفان و دیگه نمیدونم تورنیدوی خیلی شدید با
بادای 400 کیلومتر، برف و بوران همه جا اومده. اینا طبیعی نیست عزیزان، اینا حقیقتا طبیعی نیست. تابستون همینجور که تموم شه، اول پاییز بشه، دو روز بگذره، اینجور طوفان و اینجوری شدید باشه. آنگاه شما را میگی شما را شکنجه داده خواهند کشت. تو ایران الان چرا این مسیحیار کسایی که به مسیح ایمان میارن میکشن؟ میگید تمام دنیا از شما متنفرن. شما میبینین تو این کشورها مسیحی هستن ولی مسیحی نیستن. که توی انگلیس میگه 5% مسیحی واقعی هن، 95% 90% مسیحی اسمن هستن ولی مسیحی نیستن. توی امریکا 30% مسیحی هستن، 70% اسمشون مسیحیه ولی مسیحی نیستن. میگه تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد. شما وقتی از عیسی مسیح صحبت میکنین، از محبت عیسی مسیح صحبت میکنین، میگین که عیسی مسیح زندگی شما رو تبدیل میکنه، زندگی بهتر به شما نشون میده، شما رو مسخره میکنن، متنفر میشن از شما. حقیقت به اینا میگی متنفر میشن، چون مردم گوششون از حقیقت بستن، نمیخوان حقیقت رو گوش بدن. وقتی حقیقت به اینا میگی ناراحت میشن. میگی زیرا شما پیرو من میباشید. عیسی مسیح اون موقع 2000 سال پیش میگه شما وقتی پیرو من میباشید، از من صحبت میکنید، مردم متنفر میشن از شما. در صورتی که همین عیسی مسیح وقتی به زندگیت وارد میشه، زندگیت آرامش میابی، زندگیت تحول ایجاد میشه، از بدبختی و بیچارگی به سادگی میگذری، تحمل زیاد میشه، آرامشت بیشتر میشه. بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد. خیلی حالا هستن از ایمان خودشون برمیگردن، میگه بابا سخت اینجوری زندگی، باید با غلطاگیری و دروغی زندگی رو پیش برد، اونجوری زندگی کردن فایده نداره. همین در عیسی مسیح 2000 سال پیش میگفت که میان بیرون و از همدیگه متنفر میشن، زیر پای همدیگه رو خالی میکنن، بر علیه همدیگه پا میشن، برای همدیگه پشت سر همدیگه میگن. بسیاری برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد. 2000 سال پیش عیسی مسیح گفت که الان 1400 سال پیش این اون نبیه که داره میگه. برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهد کرد. این نبی کیه؟ عده 1,400,000,000 نفر را گمراه کرده. دو هزار سال پیش عیسی مسیح اینا را پیشگویی کرده بود. نبی میاد که عده بسیاری را گمراه میکند. اگه گمراه نیستیم که نمیریم یه بوت پرستش بکنیم که خدا رو بیزنیم کنار. که اگه گمراه نیستیم از اینجا پیاده نمیریم تا عراق. اگه گمراه نیستیم نمیریم که تو سر ما بزنن، مثل حیوان ما رو ببرن اونجا خالی بکنن، بعد با ما توهین بکنن، هزار گرفتاریم بکشیم. همه اینا از ناآگاهی ملت ما است که آگاه نیستن. وقتی حقیقت بشناسن، حقیقت اینا رو آزاد میکنه. وقتی آگاه میشن دیگه این کارا رو نمیکنن. شما برین از اون کسایی بپرسین که به عیسی مسیح ایمان آوردن، ببینین زندگی هاشون چجوری تغییر کرده. ببینین دیگه نه بت پرستی میکنن، نه به وقتی میان دعا بکنن. هر وقت دلت میخواد با این خدا صحبت میکنی، خدا میگه بچه ها شما فرزندان منین، فرزندان عزیز منین، شما رو اینجا به وجود آوردم، میخوام که بهترین زندگی رو داشته باشی. هر پدر مادری دوست داره فرزندانش بهترین زندگی رو داشته باشن. میگه گناه انقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیار سرد خواهد شد. عیسی مسیح میگه اینقدر گناه زیاد میشه، این زرق برق دنیا، مردم اینقدر به گناه میکشه، دیگه محبت سرد میشه. مردم دیگه دلشون کم کم رو به یخزدگی سنگی میره.
میگه اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت بیارن. منی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، من که این نبودم، هنوزم کار داره خداوند. اینقدر باید با من کار بکنه که هنوزم باید به تکامل برسم. هنوز به اون تکاملی که خدا میخواد نرسیدم، ولی منم گناهکار بودم، منم راه دیگه میرفتم، هر کاری دلم میخواست میکردم، ولی الان عوض شدم. همه رو خداوند وقتی به سوی عیسی مسیح میای عوضتون میکنه، رویتون کار میکنه، یک انسانی میشین بهتر زندگی بکنین، با آرامش بهتر زندگی بکنین. میگه سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید. مردم الان نگاه میکنی این ماوارا همه هست، کلام وقتی من میخونم بیشترشون دارن گوش میدن کلام، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق نمیدونم رسانه های گروهی، از سایدهای مجازی، همه به گوش مردم میرسه. وقتی میگه کلام به گوش همه مردم جهان رسید، آن موقع دنیا به پایان خواهد رسید. عیسی مسیح رو میبینین از آسمان میاد. لایجونین عزیز، شمالین عزیز، وقتی عمر الان دیه داریم برای همه بی یک تا پیامه کردیم که بگی آقا شابور همون تا دیه داریم میره در ماوره یاسد، همه تینیم بگیریم. میگی در آن روزا اگر کسی به شما بگوید که مسیح فلان جا آمده است یا او اینجا یا آنجاست، باور نکنید، چون از این مسیحا و پیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد. عیسی مسیح 2000 سال پیش میگفت که این پیغمبران دروغی زیاد خواهند آمد که شما رو گمراه بکنن. آقا توی هند میبینی مثلا آلت مردانه رو میپرستن، گاو میپرستن، نمیدونم هزار تا دین دارن. توی ژاپن میبینی هزار تا دین دارن. دیگه واقعا انسانی که در قرن 21 بیاد مثلا آلت یک مرد پرستش بکنه به عنوان خدا، خیلی دیگه. چون از این مسیحا و پیغمبران دروغین زیاد خواهد آمد و حتی معجزه نیز خواهند کرد. میبینی اینا که بعضیا معجزه میکنن براتون، میریم فال میگیریم فلان میکنین، اینا رو، اینا همه از خدا نیست. به خصوص فالگیری، نمیدونم فال حافظ بگیر، فال فلان چیزی بگیر، فال مرده رو بیار، نمیدونم میرین توی معبده میشینین که مرده رو ظاهر میکنه. به طوری اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردن. بعضی ها که خدا رو میپرستن، مسیح هم هستن، با خدا دارن راه میرن، اونا هم بعضی موقع گمراه میشن، میبینن این چیزها رو، فکر میکنن واقعیته، در صورتی که همه کلکه. من از ابتدا اینا را گفتم تا مواظب باشید. پس اگر بیایند و به شما بگویند که مسیح در بیابان دوباره ظهور کرده و به سخنانش اهمیت ندهید، اگر بگویند نزد ما مخفی شده، باور نکنید، چون آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن خواهد کرد. وقتی عیسی مسیح از آسمان بیاد، از شرق و غرب همه میبینن، یعنی از همه جای این کره زمین عیسی مسیح رو میبینن، مثل برق آسمان میگه میام. آمدن، ببین با این گرفتاری هایی که عیسی مسیح گفته 2000 سال پیش، آمدن عیسی مسیح نزدیک است. چون 2016 به خواب من، به رویای من اومد، گفت کتاب انجیلم بست با دستش، گفت بگو به همه به زودی من خواهم آمد. نمیدونم حالا کی میخواد بیاد، ولی میدونم که زودی زوده، دنیا با آخره، دنیا رو با آخره. میگه در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن میسازد،
هر جا لاشه باشه لاشخور نیز در آنجا جمع می شود. میگه بعد از آن مصیبت ها خورشید تیره و تار شده ما دیگر نور نخواهد داد، ستارگان فرو خواهند ریخت، به نیروهایی که زمین را نگه داشتن به لرزه در خانه آورد. این حالا میگه ستاره ها فرو خواهند ریخت. من توی استوری چانال یه معمولا اینا را که نشون میدن تو همون استوری چانال نگاه کردم، اینو داشت در رابطه با آخر زمان میگفت که خورشید مثلا تیره و تار میشه، ما نور نمیده، بعد ستارگان مثل یه پرده درست کرده بود، بعد این پرده رو برداشت، گفت ستارگان مثل اینجوری مثل پرده همه محو میشن. حالا این داره میگه 2000 سال پیش عیسی مسیح داشت اینو میگفت، اینا داشتن نشون میدادن، میگفتن اینجوریه. میگه سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد، آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید. وقتی عیسی مسیح بیاد زمان آخر بشه، اون کسی که هی میگه ولش کن اینا همه علکیه، همه داستانه، همه افسانه است، اون موقع میگه عزا میگیرن اینا، میبینن که عیسی مسیح اومده، زمان داره آخر رسیده، میزنن تو سرشون. بعضی موقع کلیساها رو نشون میده با فیلم ها که عیسی مسیح مثلا زمان آخر داره میاد، بعد مثلا من خادم خدا میبینه اون رایی که میخواستم برم نمیرم، همه روبودو خواهند شد، من اونجا موندم. میگم او خاک تو بر سرم شد، چطور من روبودو نشدم؟ من که برای خدا داشتم زندگی میکردم، میگیم برای خدا زندگی میکردم، ولی را وقتی بیراه میری، دوتا دروغ میگی، کلک میزنی، کسی رو نمیبخشی، دل کسی رو درد میاری، این نمیشه اون چیز اصلی. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می آیم و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورن. اونایی که میگه به من ایمان دارن، من فرشتگانم رو بفرستم که تمام اینا را جمع بکنن. غافل نباشیم اون روزی که دنیا به پایان رسید، هی بگیم افسانه است، ولش کن اینا همه حرفای در قرن 21. علم هم همه قبول دارن، علمی که الان کلام خداوند داره اینقدر زود به همه میرسونه، این علمه، پیشرفت علمه. اگه پیشرفت علم نبود، من اینجا نبودم، شما تو ماواره در تمام دنیا در این لحظه من میدیدین و صدای من میشنیدین و تصویر من میدیدین، اگه علم نبود که نمیشد همیش چیزی، و کلامم به این سادگی نمیرسید به گوش همه. بس عیسی مسیح میگه سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه این مردم جهان رسید، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. اینه داشت عیسی مسیح 2000 سال پیش میگفت. نمیتونست برای من توضیح بده، من 2000 سال پیش بگه که شاپور مثلا من 2000 الان 2000 سال پیشه. شاپور میدونی یه چیزی میاد، دوربین میاد، تو رو اینجا میشینی، همه دنیا تو رو میبینن، هواپیما میاد، جت میاد، مردم میرن کره ما. اینا رو که عیسی مسیح نمیتونست به شما بگه، که به من نمیتونست اون موقع 2000 سال آدم 2000 سال پیش بودم به من میگفت. اینا رو پیش بینی داشت میگفت عیسی مسیح که 2000 سال پیش این سخنانو گفت. اگه به من میگو آقا یه ماشین میاد با سرعت 90 مایل میره، من قبول نمیکردم، میگم چی میگی عیسی مسیح؟ من چی مگه میشه یه ماشین بیاد 90 کیلومتر بشینم؟ من با اسب و عرابه دارم میرم، با اولاغ دارم میرم این بار اون بار، خیلی سرعت داشته باشم 20 کیلومتر، بیشتر که ندارم که. ولی اینا رو به من میگو من دیوانه میشدم، میگفتم چی میگی عیسی مسیح؟ پس هم به من میگفت دوربین میاد تو اونجا میشینی، تمام دنیا از طریق این دوربین تو رو میبینه. کسی میتونست باور بکنه؟ این روزا رو خداوند داشت پیش بینی میکرد. حالا هموطن من باور بکن اینا همه حقیقته. میگه حقیقت رو خواهی شناخت، حقیقت تو رو آزاد میکنه.
وقتی حقیقت میشناسی تازه آزاد میشی از همه چیز. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری تازه میفهمی که زندگی یعنی چی. نه نفرت داری به کسی، نه کسی دل کسی رو در میاری، نه دوست داری با کسی درگیر بشی، نه دوست داری با مردم دروغ بگی، حتی همیشه دوست داری با مردم دوست داشته باشی. برای حتی میگی برای دشمنای خودت هم دعا بکن. چرا؟ برای اینکه خودت بلند میکنی، به خانه خودت برکت میدی. وقتی برکت برای کسی دیگه میطلبی، این برکت برمیگرده به خانه خودت، به وجود خودت. میگه حال از درخت انجیر درس بگیرین، هر وقت شاخهای آن جوانه میزند و برگ میآورد میفهمید که تابستان به زودی فرا میرسد. همینطور نیز وقتی تمام این نشانه ها را ببینید، بدانید که پایان کار بسیار نزدیک است. دوست دارم که به خصوص هموطنان من نجات پیدا بکنن، اون روزی که بیاد همه با فرشتگان خداوند نزد عیسی مسیح و نزد خدای پدر برن، در بهشت و خدا جا داشته باشن. الان همه اینا رو خوندم، 2000 سال پیش عیسی مسیح همه اینا رو پیشبینی کرده بود. منتها به من نمیتونست بگه من آدم 2000 سال پیش یه ماشین میاد، یه هواپیما میاد، آقا یه مسافت از این کره زمین تا اون کره زمین رو 5 ساعته میتونی بری، 10 ساعته میتونی بری، یه چیزی ماشینی میاد که هواپیماست تو رو میبره. کسی باور نمیکرد. اون موقع اولاغ داشتن، اسب داشتن، پیاده میرفتن 2000 سال پیش. میگه مطمئن باشی این نسل خواهد ماند و همه اینا را به چشم خود خواهد دید. میگه آسمان و زمین میگه از بین خواهند رفت، اما کلام من، عیسی مسیح میگه، تا به ابد باقی خواهد ماند. بعد از 2000 سال پیش که من اینجا نشستم دارم میخونم، کلام زنده است. همین حالا میگه که خداوند داره به من درس میده. اما هیچ کس نمیداند چی روزی و چی ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان خدا هم نمیدانند. فرزند خدا نیز از آن باخبر نیست، فقط پدر من خدا میداند چی روزی دنیا به پایان خواهد رسید. میگه در آن زمان مردم دنیا سرگرم عیش، نوش و میمانی و عروسی خواهند بود، درست همونطور که در زمان نوح که آب همه زمین رو گرفت. قبل از آمدن طوفان در آن زمان، در زمان نوح قبل از آمدن طوفان بودن. میگه مردم هم اون موقع نو بهشون میگفت آقا کشتی رو دارم میسازم، میخوای نجات پیدا بکنیم بیاین تو این کشتی. همه میگفتن تو دیوانه شدی بابا، کشتی چیه؟ توی یه جایی هستی داری اصلا دریام به این ور نزدیک نیست، کشتی به این عظیمتی برای چی داری درست میکنی؟ تو دیوانه شدی، دنیا با آخر خواهد رسید، این چرت پرت رو داری به ما میگی بابا، چی داری میگی آخه؟ نشه الان ما هم داریم اینی میگیم دنیا با آخر برسه گیر بشه. هموطن من نجاتتو تضمین بکن. بعدا همه تو آب غرق شدن، فقط 8 نفر نجات پیدا کردن. کشتی هم توی کوهای آرارات توی ارمنستان اونورا پیدا شد، این کشتی نو افسانه بس نبود، حقیقت بود. در آن وقت کسی باور نمیکرد که واقعا طوفانی در کار باشد، چون 100 سال طول کشید تا اون کشتی عظمت درست کرد. برای اینکه دیلر نداشت که، چیزایی ماشینی نداشت که، همه با دست بود. بدبخت میخ با دست درست میکرد، چکش میزد همه رو با دست درست میکرد، با سنگ میخواست بزنه اونو درست بکنه. 100 سال طول کشید. وقتی درست شد طوفان آمد، آب گرفت، کشتی رو برد بالا، فقط اون 8 نفر دیگه. اون موقع دیره، وقتی همه پیام به شما میرسونیم، وقتی زمان آخر میبینید داره تمام میشه، بگه ای ما رو نجات دی، اون موقع دیگه دیره. حالا باید نجات پیدا بکنی، حالا باید به عیسی مسیح ایمان بیاری که نجات خودت تضمین بکنی، که خدایی نکرده اون دنیا نری به جهنم. جهنم هم اینجوری نیست که ما فرض میکنیم یا برای ما میگن، نه،
جهنم یعنی اینکه شما دور از خدا باشین، تو صحرا مثلا شما رو بیندازن تو بیابان، یه نفر آدم مادام اون بگه زندگی بکن، مثلا اینو یه مثال، تو تنها مثلا زندگی بکنی با هیچ کس هم نمیتونی صحبت کنی، یا تو یه اتاق باشی با هیچ کس نمیتونی صحبت کنی، خودتی خودت تنها. حالا دیگه نمیرسیم به آتش جهنم و اینا رو کار نداریم، حالا همین مثال دو تا چهار تا این کوچیکه، همین که یه توی اتاق باشی مادام اون اونجا زندگی کنی، نمیتره که آدم نه میمیری نه هیچ. خیلی گرفتاری دادم توی یه اتاق زندانی باشی، هیچ کس هم نتونی انفرادی، هیچ کس هم نمیتونی با هیچ کس نمیتونی تماس بگیری. در آن وقت کسی باور نمیکرد که واقعا طوفانی در کار باشد، تا آنکه طوفان آمد و همه آنها را برد. آمدن من نیز چنین خواهد بود. عیسی مسیح میگه مثل برق آسمان یه دفعه دیدی اومد، میگه آنگاه ده نفری که در مزرعه یا سر کار هستن، یکی برده شده دیگری خواهد ماند. اونی که به عیسی مسیح ایمان میاره روبوده خواهد شد، میره به آسمان، همونجوری که همینجوری زنده است میره تو آسمان. فیلماش هم میبینیم بعضی موقع، یه فیلم هم درست کردن روبوده شدن عیسی مسیح، مردم گیر شده او همه میبینن یکی رفت، چرا من نرفتم و یکی رفت. عیسی مسیح میگه کسایی که با منن این کار میکنن. بس امروز بیایم به این عیسی مسیح که برای گناهان ما روی صلیب رفت و جان خودش رو داد تا گناه من تو رو پاک کنه، به این عیسی مسیح ایمان بیار. بگو عیسی مسیح، میدونم به خاطر گناهان من رفتی روی صلیب، میدونم که خونت ریختی که گناهای من پاک بشه. امروز من ایمان دارم که تو به خاطر گناه من روی صلیب رفتی، مردی و زنده شدی. ای خداوند زنده حال به قلبم بیا، زندگی من تبدیل کن تا بتونم واقعا در این دنیا زندگی آسان و با آرامش داشته باشم. تو رو قبول میکنم امروز که خداوندم باشی، نجات دهندم باشی، بیا به زندگی من، به منو نجات بده. در نام پدر، پسر و روح القدس همین دعا رو بگونی، مسیحی شدی، به عیسی مسیح به قلبت وارد کردی. تا کارت قرمز نگرفته وقت میگه تمام شد، کارت زرد داد. و مردم ایران تو آفساید نباشید، از آفساید بیاییم بیرون، بیزار گل بزنیم. 40 سال تو آفسایدیم، خواهشم بیایید از آفساید بیرون، بیزار پاسی که به شما میدن گل بزنیم. کسایی که برای شما دارن مبارزی میکنن اونا رو ساپورت بکنید، کسایی که میخوان کشور ایران نجات بدن اونا رو ساپورت بکنید، به خاطر که جون خودشون میدن که شما آزادی پیدا بکنید. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود. و هفته دیگر تلفن میگیرم که بتونیم با هم تلفنی هم صحبت بکنیم. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود تا درود دیگر. دوستتون دارم، مرسی که برنامه ما رو میبینید.